شماری از قهرمانان و حماس‌آفرینان شهید 12 و 19 اردیبهشت. مجاهد کبیر، فرمانده والا مقام محمد ضابطی، زندانی سیاسی در زمان شاه، مسئول بخش اجتماعی مجاهدین و سازمانده میلیشیا. قاسم باقرزاده، زندانی سیاسی در زمان شاه و مسئول بخش دانشجویی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب 57. حمید جلالزاده، زندانی سیاسی زمان شاه، همرزم مهدی رضایی، مسئول بخش کارگری مجاهدین پس از سقوط شاه. نصرت رمضانی، دانشجوی مهندسی مکانیک، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی، فرمانده نبرد قهرمانانه پایگاه کامرانیه. سوسن میرزایی، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی، مسئولیت در نهادهای کارگری و انجمنهای محلات. پری یوسفی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران در دهه 50، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. زکیه محدث، از مسئولان بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران پس از انقلاب ضد سلطنتی. فضل الله تدین، زندانی سیاسی زمان شاه، از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، کاندیدای سازمان از اصفهان در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی و از مسئولان بخش شهرستانهای مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی. احمد کلاهدوز، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای مسئول مجاهدین در شیراز. حمید خادمی، از زندانیان سیاسی زمان شاه و از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. حسن رحیمی، از مسئولان بخش کارگری مجاهدین و مسئول نشریه بازوی انقلاب. حسن صادق، زندانی سیاسی زمان شاه، مسئول نهاد محلات، برادر مجاهد قهرمان ناصر صادق. سعید منبری، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش کارگری و کاندیدای مجاهدین در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از سقوط شاه. حسین جلیلی پروانه، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش شهرستان مجاهدین. فاضل مصلحتی، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین. مهین خیابانی، از مسئولان انجمن مادران هوادار مجاهدین، خواهر سردار خیابانی. ایران بازرگان، از زنان پیشتاز انقلاب 57، مادر مجاهد 57 ساله که در رزم آخرین دوشا دوش فرزندانش با پاسداران خمینی به نبرد برخاست. خدیجه مسیح مصباح، شیرزن مجاهد خلق که در نبردهای حماسی 12 اردیبهشت در پایگاهی در خیابان نارمک یک تنه در برابر فوجی از پاسداران درنده و تا دندان مسلح ساعتها جنگید و درسی درخشان به آنان داد. مریم شفایی، دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران،
از شهیدان خانواده قهرمان شفایی، عباس همایون نژاد، زندانی سیاسی زمان شاه، 27 ساله، هنگام مراجعه به یکی از پایگاه‌ها با مزدوران تا دندان مسلح درگیر شد و پس از نبردی قهرمانانه به شهادت رسید. علی انگبینی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نشریه فریاد گودنشین. فاطمه تاجی مهدوی کرمانی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، عضو تحریریه نشریه بازوی انقلاب در بخش کارگری. فائزه بهاری جوان، از دانشجویان انقلابی دانشگاه صنعتی شریف در دهه 50، از مسئولان انجمن دانشجویان مسلمان این دانشگاه. مهری خانبانی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه علم و صنعت در دهه 50، فرمانده پایگاه در آخرین نبرد قهرمانانه با پاسداران. حمید لولاچیان، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای بخش محلات. زهرا طباطبایی، مسئول انجمن مادران منطقه خزانه. بهروز اسدالله زاده، مسئول تدارکات بخش اجتماعی. و مجاهدان قهرمان شهید، هادی محمد توانایان فرد، اقدس تقوی، امیر آق بابا، فرشته ازهدی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد، محمد عسکری زاده، محمد تقی آسیم، حسین امیر پناهی، تقی اوستی، غلام علی صادقی نیستانی، مژگان موفق، پروین ملا زین علی طاهری، حسن کلکت چی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیهه عبادی، فاطمه ابوالحسنی، نائمه عمرانیان.
دوازده و نوزده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار بیش از 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین خلق ایران. صدای آنها و همه شهیدان است که در هر زمان و هر مکان در خیزش‌ها و قیام‌های خلق قهرمان ایران شعله می‌کشد و ایران زمین را از حس حضور آن خاموشان پرخروش سرشار می‌کند. قهرمانانی که در روزهای 12 و 19 اردیبهشت در سال 1361 با نبرد قهرمانانه در برابر گله‌های تا دندان مسلح پاسداران خمینی جلاد که پایگاه‌های آنها را محاصره کردند تا آخرین گلوله جنگیدند و حماسه‌های درخشانی از رزم و پاکبازی را رقم زدند. در آن روزها بیش از 60 تن از فرماندهان، مسئولان و کادرهای مجاهدین و در رأس آنها فرمانده والا مقام مجاهد شهید محمد ضابطی سرفرازانه به شهادت رسیدند. نبرد چنان سترگ بود که دشمن وحشی به رغم بسیج انبوه پاسداران در رویارویی با آن مجاهدان قهرمان کم آورد و از هوا و با هلیکوپتر هم پایگاه ها را زیر آتش سنگین قرار داد. اما کوه مردان و شیر زنان مجاهد خلق با قهرمانی و آتش توفنده و رزم انقلابی ساعتها و تا آخرین نفس جنگیدند و درسهای ماندگاری در مسیر مقاومت سازش ناپذیر برای سرنگونی دیکتاتوری هار دینی را بر جای گذاشتند و بدین سان در آن ایام که شب تاریک خمینی تازه آغاز شده بود، در بحبوحه تنور کشیدن خمینی جلاد و در اوج سرکوب وحشیانه دهه 60 با تیربارانها و قتل عامهای روزمره، تنین گلوله ها و پاکبازی حماسی قهرمانان مجاهد خلق، فضای ارعاب و خفقان و نغمه های شوم خیانت و تسلیم را در هم می شکست. به ویژه رشادت شیر زنان مجاهد خلق در مناطق مختلف تهران در مقابله با ارتجاع و تروریسم تحت نام اسلام درس های ماندگاری در تار و پود تاریخ معاصر ایران ثبت کرد و به مثابه خون جاری دوران جریان یافت و در صفوف ارتش آزادی بخش ملی ایران و نبردهای صلح و آزادی علیه جنگ و سرکوب خمینی به گل نشست. در پایداری و مقاومت‌های حماسی مجاهدان آزادی در اشرف و لیبرتی بالا و بالاتر گرفت و با هجرت بزرگ مجاهدین به استراتژی هزار اشرف و کانون‌های شورشی ارتقا یافت تا رو در روی فاشیسم مذهبی و جنایت علیه بشریت از سوی دیکتاتوری خوناشام ولایت فقیه و در برابر کانون صدور ارتجاع و تروریسم چه در میهنمان ایران و چه در این منطقه از جهان جاری و جاودانه شود و درس‌های جدیدی از فدا و پاکبازی به مثابه مشعل‌های فروزان و راهنما برافروزد. زمین و دامن اجتماعی و مجاهد پروری که به ما امکان می‌دهد در دامنش ستارگان شبکوب راهگشا و پیشتازی از قبیل 60 شهید امروزمون رو پرورش بدیم و خونهایی که
به بالا میرند، به آسمان میرند و بعد باز میگردند. آسمانی که دارای بازگشت هست، باران داره، عقیم نیست، نازا نیست، یعنی خونهایی که به صورت شبنم آگاهی، به صورت امواج آزادی، به صورت طوفان مقاومت دو مرتبه باز می‌گرده. و در این مسیر، در این رفت و بازگشت، از اونجایی که یک سیکل بسته نیست، دور نیست، ارتقاست و تکامله، قول فصل رو محقق میکنه، تمیز رو، جدایی خبیث از طیب رو، تکامل مرزبندی ها رو، ارتقاء انقلاب رو، از حالت باطی، از حالت درهم و مخدوش شده مرزها رو جدا میکنه، چرا که باید نشون میده که در هر کجا چی هست، کما اینکه در این رفت و بازگشت فصول معلوم میشه که هر دانه‌ای که در زمین کشته شده ماهیتش چی بوده، چه میوه‌ای داره و راه به کجا خواهد برد. هیچ کدوم از اینها هزل نیست، ابتذال نیست، واقعیت سرسخته. به سرسختی مقاومتی که شما پیش بردید و باز هم پیش خواهید برد و انشاءالله به نتیجه هم خواهید رسوند در داخل خاک وطنتون. که میدونید چه روزی است. در چنین روزی بیشتر از 60 مجاهد کشته و یا اعدام شدند. اگر فکر بکنیم که در مقابل شهدا چه چیزایی به دست آوردن و اگر یقین داشته باشیم که بدون خونبهاش آزادی به دست نمیاد، فکر میکنم اگر کسانی هستند که فی الواقع باید غمگین باشند و پشیمان، کسانی هستند که جنایت رو مرتکب شدند، حقوق انسان رو پامال کردند و قصد اون داشتند که انقلاب ایران رو از بین ببرن با همه نیروهاش، با همه مجاهدینش و با همه مبارزینش، در یکی از وصیت‌ها یکی از بچه‌ها به مادرش نوشته بود که اگر میخوای من بعد از اعدام آدرسم رو به تو بدم، تا هر وقت که دلت برای من تنگ شد بتونی من رو پیدا بکنی. من در لبخند هر کسی هستم که بعد از آزادی خواهد خندید. من در صلح و در آزادی در همه جا حضور خواهم داشت. بنابراین برام گریه نکن. فکر میکنم این زبان حال همه شهدای ماست. مسئله اصلا این نبود که اونها از زندگی بدشون بیاد. به عکس، کسانی که حاضرن زندگیشون رو از دست بدن بهتر از هر کس دیگه معنا و اهمیت اون رو دریافتند. درست به همین دلیل حاضر میشن حیات خودشون رو برای آزادی و صلح یک خلق فدا بکنند. البته من شخصا خودم هم وقتی یک زمان در معرض اعدام بودم، فکر میکنم که
بازماندگان یک شهید به خصوص مادرش رنج بیشتری رو باید تحمل بکنه. صبر کنید، نسل‌ها و تاریخ آینده ایران و جهان در این مورد بیشتر توضیح خواهند داد، بیشتر و بیشتر. تاریخ آینده ما از مردان و زنان مجاهد گفتنی بسیار خواهد داشت، از سردارانی همچون موسی و محمد ضابطی، از نوجوانانی همچون فاطمه مصباح، از خانواده هایی همچون مصباح و بقایی و صدها خانواده دیگر، از مادران مجاهدی که در لحظه وداع از فدا کردن اطفال شیرخوارشان هم دریغ نکردند، از زنان مجاهدی که زن انقلابی مجاهد را زینت سینه تاریخ معاصر ایران و جهان کردند.